سلام دوستان، حال شما چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال یوتیوب من خوش اومدین. دکتر شیما بیگی هستم، متخصص تاب‌آوری سیستم‌های پیچیده و پویا، محقق و کارآفرین در زمینه شهرهای هوشمند و آینده تکنولوژی. خب دوستان، امروز همونطوری که توی اینستاگرام گفتم، اگر منو هنوز دنبال نمی‌کنین لطفاً کانال اینستاگرام من رو هم پیدا بکنین، فالو بکنین. دوستان که شما رو اونجا هم ببینن، کانت هم اینجا گذاشتم که شما هم ببینید. گفته بودم که اپیزودهایی که قراره آپلود بکنم راجع به سلامتی هستش و متاورس. اپیزود امروز راجع به سلامتی هستش، سلامتی ذهنتون، روحتون، جسمتون و هر اون چیزی که راجع به یک انسان مربوط میشه، اپیزود امروز راجع به اون هستش. قبل از هر چیزی آفتابی که امروز پوشیدم رو هم بهتون نشون بدم که کتم از برند سلین هستش، تاپش منگو هستش و شلواری هم که پوشیدم از برند کلوه هستش، سی بای کلوه. جولریم هم ناشناس هستش و همین، بریم شروع بکنیم. کفشم هم، صندلم هم از برند بوتگا هستش که لینکاشون رو پایین میذارم، اگر کسی علاقه من بود میتونه اونها رو هم نگاه بکنه. خب دوستان، مثل قبل، مثل اپیزود قبلی، من بازم برای خودم یه چای ریختم این سری، ولی ماچا درست کردم به خاطر اینکه ماچا رو خیلی دوست دارم و اینکه امروزم از کلاس مارشال آرتسم برمیگردم و خیلی نکات جدیدی رو امروز یاد گرفتم که دوست دارم امروز اونها رو با شما به اشتراک بگذارم و به طور کلی اصلا راجع به سلامتی صحبت بکنم. میدونین که توی اینستاگرام من ویدیوهای ورزشم رو زیاد میذارم و میتونم بگم که هر روز ورزش میکنم، فقط بعضی هفته ها هستش که ممکنه یه روزم استراحت کنم، ولی حتما حرکت کردن رو من بخش زندگی، بخشی مهمی از زندگیم هستش و این حرکت کردن اصلا اساس سلامتی هستش. یعنی اگر من بخوام سلامتی رو خلاصه بکنم، سلامتی مساویست با حرکت. حرکت یعنی چی؟ حالا حرکت میتونه فیزیکی باشه، حرکت میتونه جسمانی باشه و حرکت حتی میتونه انرژتیکلی یا حرکت دادن افکارتون باشه. هر وقت ما حرکت رو در زندگی خودمون اینتگریت کنیم و داشته باشیم، به سمت سلامتی و بهبود بیشتر حرکت میکنیم. من چیزی که اولش بهتون بگم که من 38 سالم هستش، متولد آبان هستم، چند وقت دیگه تولدم هستش. دوستان اگه دوست داشتین بهم تبریک بگین توی قسمت کامنت ها بنویسین. یکی از بهترین هدیه هام این هستش که کانال من رو به دوستاتون، کسایی که دوستان راجع به علم بدونن، در این حال دوستان خود راجع به سلامتی، زر راجع به فشن و یک هدفشون تکامل هستش به هم به شکل هولیستیک و سیستماتیک، کانال من رو لطفاً بهشون معرفی بکنیم. خیلی خوشحال میشم، کادوی تولد خوبی هستش. من 38 سالمه، حالا از یه خورده از فان کنار بریم، 38 سالم هستش و به طور جدی میتونم بهتون بگم از سن 23 سالگی ورزش رو به صورت حرفه‌ای شروع کردم. اولش البته حرفه‌ای نبود، اولش بیشتر مثلا 2 یا 3 جلسه رفتن به باشگاه ورزشی بود. اون موقع هنوز در ایران هم زندگی میکنم، هنوز نرفته بودم از ایران. 7-8 ماهی که در ایران بودم و بعد از اون که کلن از ایران رفتم، ولی کلن ترندی که شروع کردم باهاش با جیم رفتن، باشگاه رفتن بودش. که بعد از اون هم یک بار وقتی که رفته بودم که یک ورزش جدید رو میخواستم، تنیس رو یاد بگیرم، فکر میکنم باشگاه شیرودی هم بودش اون موقع که با خواهرم با هم دیگه رفتیم، اون روز تنیس تعطیل بودش و اتفاقی که افتاد این بودش که در یک سالونی باز بود که من رفتم تو این سالونه سوال بپرسم که سالن تنیس چه زمانی باز میشه. اتفاقا اون سالن صخره‌نوردی بود و همون موقع هم یک خانومی که فکر میکنم عضو تیم ملی صخره‌نوردی ایران هم باشه، خانم نسرین هم اسمش بودش، نسرین جان اگر یه زمانی ویدیوهای منو دیدی بهت سلام میکنم، دختر خانم بسیار قدرتمند و خیلی هم زیبایی بودش که داشت سقف رو کلایم میکرد و صخره نوردی میکرد که من تا حالا ندیده بودم صخره نوردی، و برای یک لحظه احساس کردم که این همون چیزیه که من دنبالش میگردم.
همین شد. من رفتم با پروین که مربی صخره نوردی تیم ملی ایران هم هستش، اونجا کار میکرد، صحبت کردم و من هم شروع کردم به صورت خصوصی با ایشون تو همون باشگاه خیلی کوچیک شیرودی ورزش صخره نوردی رو به صورت حرفه‌ای شروع کردم. البته اون روزم حرفه‌ای اولش نبود، اولش واقعا اینتروداکشن بود، ولی بعد از اون به مدت 8 سال صخره نوردی رو شاید میتونم بگم بیشتر از 8 سالی رو روش 9 سال یا 8 سال و نیم به صورت حرفه‌ای ادامه دادم. حتی زمانی که از ایرانم رفتم انگلستان و بلژیک هم صخره نوردی رو ادامه دادم. برای همین میخوام بهتون بگم که اولین چیزی که برای من به عنوان سلامتی مهم بودش و به وجود اومد تو زندگیم، پیدا کردن یک ورزشی بود که با من هم به صورت فیزیکلی ارتباط برقرار کرده بود، هم به صورت متافیزیک. یعنی یک چیزی در صخره نوردی بود که واقعا به من انرژی میداد. البته باید بگم اون موقع من تازه جدا شده بودم، توی اینستاگرام هم خیلی خلاصه گفتم که من یک ازدواج بسیار متاسفانه بد رو در سن 18 سالگی داشتم و در سن 23 سالگی هم جدا شدم و 23 تقریبا اوایل 24 سالگیم و صدمه زیادی که دیده بودم واقعا به من این نیاز رو در من تولید کرده بود که یک پلتفرم یا یک چیز رو پیدا بکنم برای اینکه به من بخواد انرژی بده که من دوباره خودم رو اختراع بکنم، یا همون انگلیسی بهش میگن ری اینونتینگ ماست، ولی که دوباره خودم رو کشف بکنم. خب صخره نوردی برای من همین نقش رو داشت. کاری که من شروع کردم انجام دادم این بودش که شروع کردم صخره نوردی رو با جدیت دنبال کردن. حالا مهم نیستش که من چه کاری رو میکنم، من فقط مسیر زندگیم و کارهایی که میکنم رو با شما میگم، برای اینکه چطوری من زندگیم رو تنظیم کنم برای اینکه در جهت سلامتی باشه و همیشه بخواد به من یه جوری برنامهش مرتب باشه که من برنامه زندگیم باشه که من در اون سلامتی ذهنی و روحی و سپیریچوالی و واقعا سلامتی کاری هم داشته باشم. خب صخره نوردی رو من ادامه میدادم، فکر میکنم که 3 یا 4 بار در روز ورزش میکردم، میرفتیم باشگاه با بچه ها صخره نوردی میکردیم، بعضی وقتها میرفتیم در طبیعت، یه مدت هم میرفتم فرانسه بولرین کار میکردم. و کلا صخره نوردی، حالا یک سری از افراد توی اینستاگرام از من خیلی میپرسن که مثلا عضله سازی چجوری انجام بدیم، چطوری بدن محکمتر و عضلانی تری داشته باشیم. چیزی که من یاد گرفتم، خب اساسی که من بدنم در شکل گرفت صخره نوردی بود، ولی حالا همه لازم نیست که صخره نوردی بکنن. نکته که صخره نوردی داره که من فکر میکنم که میشه بستش داد به همه ورزش ها، میزان لود و اینتنسیتی هستش که یک ورزش میتونه داشته باشه. که خب الان من دیگه صخره نوردی نمی کنم، سال 2016 پرت شدم از ارتفاع خیلی زیادی و تناب هم نداشتم، واقعا شانس آوردم که پای راستم فقط از 3 جا شکست و اتفاق دیگه برای من نیفتاد و همون آخرین روزی بود که من در باشگاه صخره نوردی بودم و دیگه برام اون معنی قبلی رو نداشت. که البته باید بگم حالا بحث حرکت هستش، میخوام بهتون بگم که قبل از اینی که این اتفاق برای من بیفته، من آروم آروم داشتم این احساس رو میکردم که یواش یواش شاید صخره نوردی داره اون اهمیت خودشون، جایگاه خودش رو برای من از دست میده، به خاطر اینکه خب چندین سال از جدایی من گذشته بود، رو خودم خیلی کار کرده بودم، جلسات تراپی رفته بودم، جلسات کاگنیتیو بیهیویر تراپی رفته بودم، تراما هیلینگ رفته بودم، مدیتیشن ریتریت رفته بودم، رو خودم خیلی کار میکنم، روی تحصیلاتم، اعتماد به نفسم و تمام اینها مشغول به فعالیت و کار بودم. یواش یواش اون اهرمی که صخره نوردی داشت به من میداد برای اینکه من خودم رو دوباره بخوام از اول تعریف کنم، دیگه اون اهمیت رو نداشت. و این اتفاق صخره نوردی که وقتی برای من افتاد، یک درس بزرگی بود که زندگی به من گفته بودش که خب میتونی وارد یه ورزش دیگه بشی، ولی من این سیگنال رو دیر گرفتم. و اتفاقی هم که اون روز برای من تو جلسه
صخره نوردی افتاد، یه اتفاقی بود که واقعا عجیب بود. یعنی اینکه یک مسیری نبود که من نتونم کلایمش کنم یا خیلی سخت‌تر از توان من باشه. واقعا من احساس کردم یه چیزی، یک حالتی انگار من پرت شده باشم پایین یا پرتم کرده باشم پایین. به هر حال خب بعد از اینکه این اتفاق برای من افتاد، من صخره نوردی رو کنار گذاشتم و برای مدت تقریبا 3 ماه پای من توی گچ بود و توی مدت بیشتر توی خونه خب بقیه بدنم رو حرکت میدادم و ورزش میکردم و تصمیم گرفتم که شروع کنم یوگا کار کردن، که این هم یه سفری شد که بعدا من مربیگری یوگام رو گرفتم. خب تمام این رو حالا من یه جمع‌بندی بکنم که چرا اینا رو من باز کردم براتون، این هستش که بحث حرکت بود. کلن امروز این اپیزودی که دارم درست میکنم راجع به موومنت و فلو و جریان زندگی است. یعنی زندگی داره حرکت میکنه، وقتی شما باهاش حرکت نمیکنین دچار یک چی بهش میگیم در فارسی، یادم رفته کلمشو، وقتی که آب حرکت نمیکنه رکود، دچار یک رکود، هم ببینید هم انرژی زندگیتون دچار رکود میشه، هم انرژی خودتون راکت میشه و باعث میشه که این رکود انرژی باعث میشه که شما آروم آروم اون وایتالیتی، اون نیروی حیات زندگی خودتون رو آروم آروم ارتباطش رو باهاش کم و کمتر بکن، تا زمانی که واقعا آدم احساس میکنه که خسته هستش، حوصله نداره کاری رو انجام بده. و خیلی احساسایی که من میبینم خیلی از جوانهایی که واقعا سالم هم هستن، مثلا بعضی وقتا میگن که مثلا من حوصله ندارم یه کاری رو انجام بدم یا احساس خستگی مفرط میکنن، با اینکه جوون هستن و باید مثلا انرژی بالایی داشته باشن. این افراد مثلا یه حالت کسل بودن، خستگی، حوصله نداشتن، بیحالی رو تجربه میکنن. درسی که من تو زندگیم گرفتم، تو این 38 سال زندگیم و تو این چند سالی که در کشورهای متفاوت زندگی کردم، همش در حال حرکت بودم، موف کردن، کارهای جدید پیدا کردن و تجربه های جدید رو باهاشون روبرو شدن، دوستی با حرکت هستش. یعنی اینکه وقتی که حرکت داره اتفاق میفته، ما رفتارمون، اون اتیتیودمون، ریسپانسمون در مقابل حرکت چی هستش. به خاطر همین من امروز وقتی که این اپیزود رو میخواستم ضبط بکنم، داشتم فکر میکردم که بیام قسمت قسمت مثلا بگم که آره مثلا ورزش کنید، پیاده روی کنید، مدیتیشن کنید، و یا مثلا حالت یک رسیپی یا یه لیستی رو من بگم که مثلا باشه این اپیزود راجع به سلامتی و سلامتی روح و جسم و روان و کلن همه اون چیزی که مربوط به یک انسان هستش. ولی بعدش متوجه شدم که اصلا لیست نیست، من لیستی رو دنبال نمی کنم. اون چیزی که من یواش یواش در زندگی خودم امروز کشف کردم در این سن، یک لایف استایل هستش. یعنی ما چیکار کنیم که لایف استایل سلامتی رو برای خودمون درست کنیم. چند وقت پیش توی اینستاگرامم گفته بودم که من یک مرکز تحقیقاتی، گروه تحقیقاتی، حالا مرکز تحقیقاتی هنوز نشده، ولی یک گروه تحقیقاتی هم راجع به انتی ایجینگ و لانجویتی اینجا توی بلژیک درست کردم، به خاطر اینکه دیدم که تنها مؤسساتی که در این زمینه سلامتی و انتی ایجینگ و سلامت جسم و روح در مقیاس خیلی سلولی تا مقیاس اسپریچوالی صحبت میکنن تو بلژیک شاید بگم اصلا وجود نداره، و بیشترین مؤسساتی که وجود داره یا توی مثلا امریکا هستن، توی هلند تا حدودی هست، تو سوئیس هست، توی آلمان هست، و احساس کردم که موقعیت خوبی هستش که اینجا این رو درست بکنم در محل دانشگاهی که ریسرچ هم دارم انجام میدم. نکته‌ای که اینجا توی این ریسرچ سنتر سپیکرهایی که دعوت کردم خیلی هی داره تکرار میشه، یعنی هم مطالعات علمی، هم مطالعات و تحقیقهای افرادی که ورزشکار هستن و یا کوچ هستن، نوتریشنیست هستن، این هستش که ما تا چه حد این حرکت رو در زندگی خودمون داریم و تا چه اندازه انعطاف پذیری داریم، انعطاف پذیری با جریان زندگی، اینکه ما چقدر اصلا قادر هستیم اجازه بدیم تغییرات زندگی رو احساس بکنیم. منظورم چی هستش؟ منظورم این هستش که بذارین یه سر از ماچام بخورم.
منظورم این هستش که ببینید وقتی که ما یک اتفاقی برامون میفته، حالا این اتفاق میتونه خوب هم باشه، اتفاق حالا حتما بد نیست، چقدر درونمون ظرفیت جذب کردن و احساس کردن تمام اون احساسات هستش، چقدر ما به خودمون اجازه میدیم که احساس کنیم. اینها یکی از نکات مهمی بودش که توی این ریسرچ لانجویتی که ما درست کردن و میان صحبت میکنن بهش رسیدن. و نکته دیگه که خیلی میتونم بگم که 100% افرادی که صحبت کردن راجبش تمرکز میکنن، بازم حرکت کردنه، ولی حرکت کردن جسم. ببینین داشتن یه زندگی فعال، یعنی اینکه شما حرکت در اون بکنین، میگن همیشه مثلا یک فردی حرکت بکنه، که این حرکت به چه معنی هستش، نه اینکه فقط مثلا یه حالا پیاده روی سبک خوب هستش، ولی بهترین نوع ورزش، ورزش هستش که یک زمان کوتاه داره ولی اینتنسیتی هم کنارش داره. برگردم گفتم بهتون مثلا نکته بزرگی که کلایمینگ داشت و به من شاید یک بیس فیت برای من درست کرد، این میزان زمان زیادی که بدن من داره وزن خودش رو حمل میکنه و دائما مثل یک وزنه هستش که داره رو خودش کار میکنه، اینتنسیتی که تولید میشه به اضافه میزان زمانی که ماهیچه در حالت کانترکشن یا انقباض هستش، وقتی که داره یک وزن و لودی روش هستش، این دوتا عامل وقتی که با هم دیگه دست به دست هم میدن باعث میشه که عضلات از درون شروع کنه ساخته شدن، که حالا توی انگلیسی بهش میگن سلو تویچ ها و فایبر هایی که سلو تویچ هستن و فست تویچ هستن، یعنی که انقباض و انبساطشون و میزان انرژی که ریلیس میکنن و رها میکنن توی عضلات متفاوت هستش. صخره نوردی این بیس رو برای من درست کرد، وقتی که صخره نوردی رو کنار گذاشتم متوجه شدم که میتونم با تمرین‌های های اینتنسیتی اینتربال ترینینگ، همین تمرین‌هایی که توی مثلا کانال اینستاگرامم شیر میکنم، بیام همون افکت اثر صخره نوردی رو توی ورزش‌های خودم، ورزشی که الان انجام میدم هم پیاده بکنم. یعنی که حتما لازم نیست صخره نوردی بشه، تا زمانی که مثلا بدن شما تحت اون لود باشه این خودش خیلی مؤثر هستش که کمک میکنه که فرد بتونه یک قالب و جسم فیتی رو برای خودش درست بکنه. برای همین در قالب اون امبرلای فیتنس و حرکت کردن، نکته اول پس حرکت کردن کلن اون بیسیک هستش، یعنی اون سوال بزرگی که چطوری ما زندگی و لایف استایل فیت و خوبی رو برای خودمون درست کنیم، بعد از خودمون بپرسیم که چقدر حرکت میکنیم با زندگی. این اون سوال بزرگی هستش که حالا تو مقیاس متا و مثلا بخوام مقیاس فلسفی و اینتلیکچولی بخوام بگم حرکت کردن هست، تا چه میزان ما حرکت میکنیم. نکته دوم نکته حرکت جسممون هستش که ما چقدر جسممون رو حرکت میدیم و چطوری حرکت میدیم. مثلا گفتم من خودم هر روز ورزش میکنم، میتونم بگم هر دو هفته یک بار، دو روز در هفته رو استراحت میکنم، چهار روز تقریبا میشه گفت چهار روز در هفته های اینتنسیتی اینتروال ترینینگ کار میکنم و سه روزم در هفته مارشال آرتس که جدیدن شروع کردم کار میکنم. خب این به من کمک میکنه که از لحاظ جسمی خودم رو فیت نگه دارم. خب منظورم چی هستش؟ منظورم این هستش که ببینید یکی از بزرگترین، حالا برمیگردم به همون ریسرچ لانجویتی که توضیح دادم، یه خورده شاخه به شاخه میرم برای که بعدا میخوام همه رو بیارم به هم نزدیک بکنم. توی ریسرچ لانجویتی و سلامتی اون چیزی که خیلی تکرار میشه دوباره مسئله این هستش که ما چقدر
ورزش هایی که می کنیم نیورومسکولر یعنی عضله عصب و عضله رو استیمولیت می کنه، یعنی چقدر کوردینیشن عصب و عضله، هماهنگی عصب و عضله رو در شما استیمولیت می کنه در بدن شما. ورزش های این شاید بگم اهمیت بهتری دارن یا مهمتر هستن یا مفیدتر هستن که این هماهنگی رو تحت شعاع قرار میده و تمرکز روش میکنه میدن. مثلا من الان براتون توی سلاید کنار همین ویدیو چند تا از نمونه ورزش هایی که خودم انجام میدم که واقعا باعث میشه که هماهنگی بدن بره بالا رو گذاشتم. دارم من چای لاتم. گفتم بهتون که من 38 سالم هستش. حالا چرا گفتم من 38 سالم و چرا الان فکر میکنم سه بارم از تکرار کردم؟ دلیلش این هستش، دلیلش همون حرکت هستش. ببینین همینطوری که ما داریم زندگیمونو میکنیم، حالا بعضی میگن سنمون میره بالاتر یا پیرتر میشیم که حالا من فکر نمیکنم اصطلاح درستی باشه، ولی همینطوری که ما داریم تراجکتوری و روند زندگیمون رو طی میکنیم، خب جسم ما اون انرژی ها و فورس ها و چه بهش میگیم سوخت و سازها و از بین رفتنها و تخریبهای مایکرو دیستراکشنی که اتفاق میفته وقتی که ما داریم فیتنس انجام میدیم یا اصلا تو طول روز در اثر استفاده کردن از بدنمون اون اتفاقا وقتی میفته، خب اگر ما بدن رو حرکت ندیم میدونیم که دچار کهولت میشه و از بین رفتن، یعنی سرعت زمانی که بدن میتونه اون حالت سلامتی خودش رو کیفیت خودش رو حفظ بکنه میاد پایین. اتفاق دیگه که میفته این هستش که فرد به مرور زمان در برابر بیماری های عصبی و کاگنیتیولی که مثلا میشه آلزایمر و کاگنیتیو دیجنریسیو دیزیزز حساسیتش میره بالا. خب امروز ریسرچ دقیقاً مشخص کرده که ما با تغییر دادن لایف استایلمون میتونیم به میزان خیلی بالایی از این بیماری ها جلوگیری بکنیم و خب حالا یه سری بیس‌های ژنتیکی هم وجود داره، حالا من نمیخوام راجع به اون صحبت بکنم، ولی قسمتی که محیط هستش یعنی اکتسابی هستش و شما میتونین درش دخیل باشین، قسمت زیادش دست خود فرد هستش. و یکی از عواملی که فرد در برابر بیماری‌های کاگنیتیو دیجنراتیو دیزیزز حساس میشه و والنربل و آسیب پذیر میشه عدم حرکت، حرکتی که استیمولیت نمیکنه به صورت عمیق عصب و عضله رو و اینکه چالنجینگ نیست. برای همین الان ببینیم که بحث حرکت بازتر شد، یعنی حرکت هم نوع خاصی داره، یعنی حرکتی که ما بدنمون رو تحت اون قرار میدیم باید نوع خاصی باشه، باید عصب و عضله رو استیمولیت بکنه و اینکه به ما کمک بکنه که در زمانی که ما سنمون داره میره بالاتر یا همینطوری که مثلا از قسمت‌های کریتیکالی هم میگذاریم، حالا توضیح میدم، از سن میگذاریم، مثلا دوران جوانی رو میگذاریم، وارد دوران میانسالی میشه، بعد از اون حالا میانسالی که ادامه پیدا میکنه و بعد حالا یه عده بهش میگن دوران پیری یا دوران هر چیزی که میخوایم اسمشو بذاریم کهولت. من زیاد اهل این لیبل ها نیستم، بیشتر این چیزی که فوکوس هم هستش این هستش که سلامت جسم رو تا اونجایی که میشه اکستند کرد و لایف اسپن، منظورم این که دراز مدت مهم خیلی نیست، اگر مثلا این فرد 120 سالش باشه ولی اصلا قابلیت لذت بردن از زندگی رو نداشته باشه، من به این نمیگم لانجویتی، من به این بیشتر بر نظر من باعث سختی آدم هم هست. هدف این هستش که health span یا اون میزان بازه سلامتی افزایش پیدا بکنه. برای همین من خودم کاری که میکنم اولینش همونطور که گفتم حرکت کردن هستش، ویدیوهایی هم که الان براتون گذاشتم هم این مدل حرکت ها هستش،
این های اینتنسیتی اینتروال ترینینگ، مارشال آرتس، چیزهایی که ورزش هایی که به صورت عمیق و هولیستیک و سیستماتیک بدن رو درگیر خودش میکنه. خب این در مورد جسم بود هم هستش و کم و بیش هم راجع بهش صحبت میکنم. سلامت روحی هستش، منتال هلث، که اول از همه بهتون بگم که سلامت جسمی و سلامت روانی و روحی اصلا از هم غیر قابل جدا کردن هست. یعنی شما فقط نمیتونید روی جسمتون کار بکنید و ذهنتون روش کار نشه. البته یه زمانی این اتفاق میفته، زمانی که فرد خودش رو دوست نداره یا دیسوردرهای فیزیکی داره، مثلا بادی دیسمورفیک دیسوردر داره، بدن خودش رو فرد دوست نداره، یا اینکه بیماری های بولیمیا و یا نمیدونم سندروم هایی هستن که فرد با غذا خوردن مشکل داره، اینها خب زمانی داشت که سلامت جسم و روح یک دیسکانکشنی بینشون اتفاق افتاده. برای همین من اون چیزی که سعی میکنم به صورت خیلی اینتنشنالی و هدفمند تو زندگی خودم رعایت بکنم، سلامت روح و جسم هر دو با هم هستن. یعنی اینکه حالا من گفتم هر روز ورزش میکنم، ولی زمانهایی شده که واقعا جسمم احساس کردم که احساس به سکون داره و احساس داره واقعا ساکن باشه به جای اینکه حرکت بهش بیاد. یواش یواش این مهارت گوش کردن به بدن به دست میاد زمانی که ما ارتباطمون رو با بدن قوی تر میکنه، و همینطوری که ارتباط ما با بدن قوی تر میشه، اللحاظ روحی هم بهبود پیدا میکنه. قبلا گفتم یکی از مهمترین قسمت هایی که توی لانجویتی هستش حرکت کردن بود و احساس کردن، یعنی که ما چقدر اجازه میدیم که اصلا زندگی رو احساس بکنیم، چقدر سنسوالی کانکتد هستیم به زندگی، چقدر اجازه میدیم به خودمون احساس شادی رو بکنیم، چقدر احساس عصبانیت رو به خودمون اجازه میدیم، آیا فقط سلکتیف هستیم، یعنی فقط دوست داریم بخندیم یا خوشحال باشیم، آیا با ابراز خشم خودمون مشکل داریم. مثلا خب افراد مثلا انگر دیسوردر دارن یا منیجمنت لازم دارن، اساس سخته براشون عصبانیت خودشون رو کنترل کنن. تمام اینها جز به اون امبرلای سلامت روح و جسم هستش که هر دو با هم چی میگن دو تا روی یک سکه هستن، نمیشه اینا رو از هم جدا کرد. برای همین من توی برنامه هایی که دارم در این 38 سال اولویت دادن به هر دو با هم هستش. بعضی وقتا بیشتر مثلا از طریق مدیتیشن کردن یا بادی ورک یا ماساژ، بریث ورک یا نفس کشیدن اینتنشنال، تمام اینها سعی میکنم که بیشتر بدنم رو بشناسم. خیلی برای من جالبه، خصوصا الان که مارشال آرتس رو شروع کردم بیشتر متوجه شدم که چقدر ما با بدنمون غریبه هستیم، چقدر مثل یک فردی که یک خونه ای رو اجاره کرده و فقط داره در اون زندگی میکنه بدون اینکه حس اونرشیپ بهش داشته باشه و حس اینکه اصلا بخواد کشفش بکنه داشته باشیم زندگی میکنیم. البته من به کسی این رو نمیگم، جنرالایزم نمیکنم، افرادی هستن که خیلی کانشس زندگی میکنم، ولی من خودم از وقتی که مارشال آرتس رو شروع کردم با اینکه قبلا مدیتیشن و یوگا کار میکردم متوجه شدم که چقدر دنیای بدن دنیای عجیبی هستش و چقدر کم راجبش ما صحبت میکنیم، چقدر کم بها میدیم به بدن، چقدر روح و وجود ما هستش بخوایم بهش نگاه بکنیم، چقدر ما در این زمینه کم دانش داریم و کم راجبش حرف میزنیم. من فکر کنم کلا لحاظ فرهنگی همه جای دنیا بیشتر به سمت مثلا سپیریچوالیتی، عرفان، آدمای بهتری شدن از طریق متافیزیک روح بیشتر توجه شده تا اینکه مثلا چقدر یک فرد مواظب بدن خودش هم هست. یعنی هر دوی اینها با هم دیگه دست به دست هم میدن تا یک فرد متعادل درست بشه. و من فکر میکنم که ما احتیاج داریم که این فلسفه ذهن بدن که هر دو با هم سلامت، یک سلامت، یک ستون سلامت و یک بیس سالم رو برای ما درست میکنن توجه بکنیم.
به خاطر همین میگم من خیلی توجه میکنم به مدیتیشن کردن. نمیتونم بگم هر روز مدیتیشن میکنم، ولی میتونم بگم هر روز کانتمپلیتیو پرکتیس. یعنی اینکه ترجمهش میشه شما توجهتون به درونتون برگرده، یعنی اینکه بفهمین که با خودتون چک کنین که درونتون چه اتفاقی داره میفته. الان خوشحالم، الان تنسم، الان حس خوبی دارم، الان چه اتفاقی داره در درونم میفته. و این کیفیت درون رو توجه بهش کردن باعث میشه که هر روز مهارت درونی ما بره بالاتر. خب بعضی وقتا من این رو با هنگام قدم زدن انجام میدم، خصوصا که الان واقعا طبیعت زیبا هستش، پر از رنگای متفاوت و تعجب برانگیز هستش و چقدر آدم رو به فکر فرو میبره که چقدر این درخت‌ها زیبا هستن. بیشتر اون حالت کانتمپلتیو داره، یعنی حال هوایی که پاییز داره به آدم این کمک رو میکنه که بیشتر به اون حالت فلسفی و اینکه واقعا توجه رو برگردونیم به درونمون و از درونمون بیشتر آگاه بشیم. البته همه فصل ها زیبا هستن، خب پاییز یه حالت های خاص خودش رو داره. با قدم زدن، با تو سکوت راه رفتن، در سکوت کار کردن، در سکوت حتی ورزش کردن، دویدن، این ارتباط با خودم رو سعی میکنم اینطوری کالتیویت کنم. خب نکته بعدی نکته محیط زیستتون هست. محیط زیست منظورم چی هستش؟ محیط زیست هم منظورم محیط زیست طبیعت هستش، یعنی محیطی که درش در ارتباط هستین، چقدر شما به طبیعت احساس نزدیکی میکنین، هم محیط زیستی که درش زندگی میکنین چقدر با اون اصول زیبایی، پاکیزگی و نظم هم‌آوایی داره. اصلا نیازی به تحقیق نیست، یعنی تحقیق علمی لازم نداریم که یک خونه و یا یک مکانی که بی نظم هستش، بهداشتش پایین هستش و نظم در اون وجود نداره، حس خوبی رو به انسان منتقل نمی کنه. برای همین کاری که من توی استایلینگ اینتریور دیزاینم، حالا میدونم بیشتر شمایی که تا حالا من رو فالو کردین هم توی اینستاگرام هم توی یوتیوب، خب بک‌گراند آرکیتکچر و معماری دارین، بعضیتون هم بک‌گراند شهرسازی. خب مسئله این هستش که چقدر اون دکوراسیون، محیطی که دارم با فضای درونی من صحبت میکنه. کلن اگر دقت کرده باشین توی اینستاگرام هم یا حتی توی همین چند اپیزودی که تازه شروع کردم کانال یوتیوبم رو نگاه کرده باشین، من آدم مینیمالیستی کی هستم. یعنی اینکه کلن از زمانی که بچه بودم، خیلی کوچیک بودم، چیزایی که خیلی پترن دارن، خیلی شلوغ هستن، خیلی تکسچرهای متفاوت دارن، خیلی تکسچرها عوض میشه، من باهاشون راحت نیستم. حتی لباس، و این شدیداً توی لباس تاثیر داره، مثلا بیشتر لباسایی که میپوشم ساده هستن، پلین هستن، مونوکرومیک، حالا مونوکرومیک هستن، یعنی اینکه یا از یه رنگ در شیدهای متفاوت یا اینکه کلاً ساده هستن، مثلا همین کت سلین یا همین تاپیک ساده هستش. حالا شاید بشه بیشتر استایل کشورهای اسکاندیناوی اون چیزی هستش که من باهاش خیلی ارتباط برقرار میکنم. برای همین از زمانی که مهاجرت کردم، حالا من زیاد راجع به زندگی قبلم صحبت نمیکنم تو این اپیزود، بخاطر اینکه جاش زیاد نیست، ولی از زمانی که خودم زندگیم رو از اول شروع کردم ساختن، با یک میزان کم شروع کردم و یواش یواش که خودم رو شناختم به این نتیجه رسیدم که یک محیط زن، یک محیط سیمپل، محیطی که متریال ها و فابریک و دیزاین حرف اول رو میزنن تا اینکه حالا من هی تکسچرها رو با هم مخلوط کرده باشم تا یه پیامی رو بخوام داده باشم، این چیزها منو بیشتر به آرامش بره. برای همین توی محیطی که درست کردم، همونطور که حالا توی بک‌گراند هم یه ذره میتونین ببینین، بیشتر همه چیز خیلی ساده هستش،
خیلی مینیمال هستش. من مثلا توی خونم دوست ندارم زیاد تابلو باشه، اصلا کلا تابلو نیست روی دیوار. چی میگن، یه چویس خودم هستش، بیشتر دوست دارم اگه تابلوی باشه تکش بدم به دیوار تا آویزون باشه به دیوار. رنگ های خیلی مونوکروم گفتم، مثلا نیوت، کرم، قهوه‌ای، سبز، رنگ هایی که به طبیعت خیلی نزدیک هستن. حالا هر از گاهی شاید رنگ شادی هم اونجا باشه، ولی کلن اینها اون پالت مورد علاقه من هستن، اینها پالت هستن که به من انرژی میدن. برای همین سعی میکنم که محیطم رو اونجوری تنظیم کرده باشم و اینطوری باهاش ارتباط برقرار میکنم. میشه بگم رنگ های نیوترال و رنگ هایی که ارثی هستن، زمینی هستن، تو طبیعت میشه پیداشون کرد، خیلی منو خوشحال میکنم. خصوصا پالت، حالا برگردیم به پاییز، رنگایی که توی پاییز هستن. خب برای همین حالا اگر دوست داشته باشین، البته میذارم براتون، چرا دوست داشته باشین، چرا بپرسم ازتون، براتون میذارم چند تا از مبلمان هایی که من خودم خیلی دوست دارم رو و توی لیستم هستن که دوست دارم که تهیه بکنم، لامپ هایی که دوست دارم، دیزاین هایی که میپسندم رو هم براتون گذاشتم که مثلا میتونیم ببینین که خب مثلا برند ادرا رو خیلی دوست دارم، خیلی مینیمال هستش، خیلی ساده هستش، خیلی کوالیتی فوق العاده بالایی داره و میدونین وقتی که دیزاینرها، خب یک استودیوهای دیزاین طراحی میکنن فرنیچر و مبلمان رو، خب قیمتشون یا علاوه بر پرایس تگ اگه بخوایم بهش فکر کنیم یک مرحله دیگر رو میرن. ولی نکته دیگه‌ای که هستش تایملس بودنشون و اینکه اینها شاید بگیم اصلا یک لایف تایم برای فرد باقی میمونن و خیلی به ندرت من دیدم آیتم هایی که دیزاینرها درستشون کرده باشن و کیفیت فوق العاده بالایی داشته باشن، حتی تو بازارهای اوکشن یا تو بازارهایی که مثلا وینتج مارکت اگه بخواید برین پیدا بکنین نمونه های اون مدلی رو، مثلا از مد خارج شده باشن، یعنی که کسی نخواد اونها رو. برای همین من فکر می‌کنم یک صرفه‌جویی بلند مدتی میشه وقتی که ما واقعا چیزی که با کیفیت هستن رو بخوایم تهیه بکنیم. به هر حال برگردیم به سلامتی. برای همین محیط زیستتون، زیست یعنی همون محیطی که درش زندگی میکنیم، به اضافه محیط زیستی که درش اصلا کلن ارتباطتون با محیط طبیعت، به نظر من خیلی مهم هستش که چطور ما این ارتباط رو برقرار میکنیم، چطوری مینتینش میکنیم و اصلا چطوری هست زیست میکنیم. این خیلی مهم هستش و من رعایتش میکنم. خب نکته سوم که شاید مهمتر از نکته های قبلی باشن، نکته تغذیه کردن هستش. میتونم بگم که به راحت بگم هیچ فرد فیت و سالمی رو ندیدم که تغذیه بدی داشته باشه. منظور من از تغذیه بد چیه؟ اصلا کلا بذارید بگم من چه غذاهایی رو اصلا نمیخورم. حالا بیشتر یوتیوب من مثلا میگم که من چه غذاهایی رو در طول یک روز میخورم. من بهتون بذارید بگم چه غذاهایی رو اصلا نمیخورم. فست فود، مکدونالدز، کویک، هر چیزی که تو این رده ها هستن رو اصلا نمیخورم. دیپ فراید فود یعنی چیکن، مرغ خیلی دیپ فراید شده به هیچ عنوان نمیخورم. نوشابه به هیچ عنوان نمیخورم. قهوه خیلی بد نیست، توی این رده نمیشه گذاشتش، ولی من قهوه رو نمیخورم. مشروبات الکلی رو به هیچ عنوان استفاده نمیکنم. سیگار به هیچ عنوان نمیکشم، اجازه نمیدم کسی در خونم بکشه. در کنار فردی که میکشم خودم رو قرار نمیدم، چون این سه تا همشون یکی هم. شما وقتی که سیگار میکشین خب مستقیمن داریم به خودتون آسیب میزنین. وقتی که خودتون سیگار نمیکشین، پارتنرتون یا دوستتون یا هر کسی کنار شما سیگار میکشه، سکند هند سموک یعنی دود دست دوم رو میکشین که به نظر من واقعا بی احترامی هستش هم به افراد، هم آدم به خودش بی احترامی میکنه. اون هستش. و سومین مسئله این هستش که من چون خودم سیگار نمیکشم اجازه نمیدم که کسی هم توی خونه من سیگار بکشه. بعدی شکر.
ببینین شکر واقعا آسیب میزنه به صورت سیستماتیک. البته بگم پادکست آخری که من از اندرو هوبرمن دانشگاه استنفورد گوش میکردم که لینکش هم براتون میذارم که شما هم اگه دوست داشتین گوش کنین، میگفتش که خب ما لحاظ میگفتش که ما به صورت اِوولوشنری یعنی تکاملی وایر شدیم، یعنی اینکه تندنسی و تمایل اینو داریم که به سمت غذاهایی که شکر دارن و شیرین تر هستن بریم، به خاطر اینکه خب سورس انرژی هستن، مغز هم انرژی شکر و گلوکوز رو بیشتر دوست داره داشته باشه، بخاطر اینکه سریع وارد جریان خون میشه به هر حال. ولی در کنار اون میزان سنسیتیویتی انسولین و بعد از اون اگر ادامه پیدا بکنه، خب بیماری های متفاوتی که به موازات مصرف بالای شکر مثل یعنی میشه بگیم که تریگر کننده، یعنی نقطه شروع بسیاری از بیماری هایی هستش که حالا یکی از اون بیماری ها که نقطه مشترک داره با شکر همین اینفلمیشن، محل تولید اینفلمیشن که از اون شاخه های بیماری های متفاوت، بیماری های قلبی، بیماری های روحی، بیماری های الرژیکلی، بیماری های پوستی، بیماری های کاگنیتیو دیژنراتیو دیزیز است. یعنی اینکه حالا من یه خورده خلاصه ترش بکنم، یعنی مصرف شکرها، مصرف فست فودها، مصرف غذاهایی که ارزش غذایی خیلی پایین دارن، به جای اون فقط بوست طعم دارن، یعنی که با ادویه خیلی بالا و ادیتیوها و اضافه افزودنی های غذایی که این خیلی مد شده الان توی صنعت اینداستری فود، به یه فرد یک توهم اینو میدن که حالا من یه غذای کامل رو خوردم، در صورتی که اون چیزی که تنها چیزی که فرد مصرف کرده یه عالم مواد افزودنی بوده که این مواد افزودنی کاری که میکنه این هستش که باعث میشه که بدن رو در برابر مرکز مهم تمام بیماری های یعنی میشه مرکز مهم تمام بیماری هایی که کشنده هستن در بشر، یعنی اینفلمیشن بیدار کنه. توی مرکز ریسرچی که درست کردم، مطالعاتی که انجام دادم در مورد آلزایمر، چون خیلی من علاقه دارم به اینکه بفهمم چطور میشه، خب گفتم که من بک‌گراندم راجع به ریزیلینس و تاب‌آوری هستش و تاب‌آوری بدن و مغز و سلامت روحی و جسمی خیلی توجه منو به خودش جلب میکنه. یکی از مسائلی که راجع بهش خودم خیلی تحقیق کردم و خوندم مطالب، مسئله این بودش که چقدر جالبه که میتونم بگم که نمیتونم بگم همه بیماری ها، ولی بیشتر بیماری های امروز جامعه بشری از تراجکتوری و جاده اینفلمیشن به وجود میاد. یعنی وقتی که اینفلمیشن تریگر میشه، حساسیت بدن برای دیولوب کردن و توسعه دادن بیماری های دیگه هم افزایش پیدا میکنه و این هستش که من خودم خیلی بهش فکر میکنم، خصوصا از وقتی که مثلا من 33 سالگی رو که رد کردم خیلی کانشستر شروع کردم توجه کردم به سلامت خودم. ببینین خصوصا حالا آقایون هم میدونم این اپیزود رو نگاه میکنم، ولی خب حالا من شاید بیشتر الان مخاطبم برای خانم ها بشه، خصوصا خانم ها میزان استروژنشون میاد پایین، یواش یواش بدن میره توی سراشیبی که خودش رو برای منوپاز آماده میکنه و یائسگی، و قبل از یائسگی خود مغز وارد یک تغییرات چشمگیری میشه که اتفاقا تحقیقات جدید هم نشون میده که اگر ما نخواهیم توجه بکنیم به این تغییرات شدید قبل از منوپاز در مغز زنها، چقدر زنان رو در معرض خطر قرار میدیم. برای همین من واقعا حالا اول از همه من نمیتونم به شما توصیه بکنم که چه کارهایی رو انجام ندین، ولی اون چیزی که خواهش میکنم و خیلی پروموتش میکنم همیشه وقتی با خانم ها صحبت میکنم این هستش که مصرف الکل و سیگار رو حتما حذف بکنن از برنامه خودشون.
ورزش رو 100% اضافه بکنن به روتین خودشون، به خاطر اینکه ما باید یاد بگیریم با بدن کار بکنیم، و وقتی که شروع میکنیم با بدن کار کردن یا با تندنسی و والنربیلیتی و آسیب پذیری های بدن شروع میکنیم کار کردن، خب این اتفاق باعث میشه که بدن میزان لانجویتی سلامتیش بالاتر بره، یعنی بازه سلامتی رو ما از همینجا تصمیم میگیریم که افزایش بدیم. بنابراین خب نکشیدن سیگار و رو هم پس گفتم براتون. نکته دیگه که مصرف نمی کنم نوشیدنی های گازدار هستن. حالا این شامل آب گازدار هم میشه. آب گازدار رو به ندرت اگر جای دعوت شده باشم، حالا یه مقدار با لیمو یا یه چیزی، خصوصا اگه یه جایی باشه که همه دارن شامپاین میخورن، همه درینک میکنن، حالا من اون وسط مثلا، البته جدیدن بیشتر و بیشتر میبینم که خیلی از افراد دیگه مثلا الکل نمیخورن به خاطر خب مسائل سلامتی، ولی خب حالا اگر یه جایی باشم که همه روحیاتشون یه جوری باشه که محیط بیشتر همه شامپاین هستش و دارن درینک میکنن، خیلی کم مثلا شاید آب گازدار به اضافه مثلا یه لیمو چیزی مثلا استفاده بکنم، ولی به طور کلی نوشیدنی های گازدار رو استفاده نمیکنم. در اونها نوشابه رو اصلا خریداری نه، مثلا کلا من نوشابه دوست ندارم، ازش 100% دوری میکنم، به همه توصیه میکنم ازش دوری کنن، به خاطر اینکه 100% دشمن شما هستش. کوکاکولا برای سلامتی بسیار ضرر داره. خب چیز دیگه که استفاده نمی کنم کربوهیدرات های ساده. منظورم چیه؟ منظورم نون هایی هستش که از آرد سفید تهیه شدن، آرد ساده سفید. حالا یه نکته دیگه من بهتون بگم، من آلرژیک هستم به گلوتن، یعنی اینکه گلوتن رو در که در آرد، پاستا، اینجور چیزا هستش، بیشتر چیزا الان گلوتن داره، البته الان خب اونم یه ترنده بدون گلوتن اضافه شده که خیلی از برندها شروع کردن غذاهای بدون گلوتن رو اضافه میکنن، ولی چیز دیگه که من اصلا استفاده نمیکنم یا خب حساسیت هم دارم گلوتن هستش. نونهای ساده، نونهای پاستا، اینها رو به ندرت، خیلی کم، حتی نون سنگلوتن یا سنگلوتن یعنی بدون گلوتن استفاده می کنم، ولی اون هم مصرفش رو آوردم پایین. شیرینیجات هم که جزو همون شکر هستن، شکلات، شیرینی، بیسکویت، کیک، اینا رو به ندرت استفاده می کنم، نمیتونم بگم اصلا استفاده، به ندرت. مثلا شاید اگه کیک تولد باشه مثلا یه تیک کوچیکی بخورم. خیلی کانشس هستم، خصوصا همینجوری که خب گفتم از 35 رو میگذرونیم، خب یه مقدار سلامتی خود همون گفتم قبل از منوپاز کانشس باشم، همینی که من دلم میخواد تا زمانی که زنده هستم فیزیک خوب و سلامت رو تا لحظه‌ای که در این جسم حضور دارم رو داشته باشم، این هدف اصلی من هستش. برای همین خیلی مواظب جسمم هستم، شکرگزار جسمم هستم، بهش عشق میدم و سعی میکنم که چیزایی رو که استفاده میکنم دوست داشته باشه این جسمم. برای همین عشق به جسم فقط این نیست که شما برین جلو آینه یک لباس خوبی بپوشین، خودتون رو نگاه کنین و دوست داشته باشین. عشق به جسم یعنی اینکه شکرگزار باشیم برای اینکه این ظرف روح ما با ما هستش، تا آخرین لحظه با ما هستش، ما رو کمک بکنه که باهاش چیز به دست بیاریم. بدون جسم ما نمیتونیم حتی به هیچ اساس فکرم نمیتونیم بکنیم. من با جسمم هستم که اینجا دارم با شما ارتباط برقرار میکنم، برای اینکه برای همین برای من جسم واقعا یک زیبایی خیلی زیادی داره. جسم به نظر من یک هدیه هستش و باید از اون 100% مواظبت بشه تا زمانی که روح در کالبد وجود داره. برای من این فلسفه من هست راجع به جسم. قسمت دیگه حالا قسمت ویتامین هستش که ویتامینا رو من براتون گفتم. اینجا من ویتامین ها یه سری ویتامینا من بیارم بهتون نشون بدم. خب
حرکت کنیم. دوستان در مورد ویتامین ها، خب چیزایی که من الان جلوم دارم چی هستن؟ توی اینستاگرام بهتون نشون دادم ویتامین هایی که من ازم پرسیده بودین که ساپلیمنت استفاده میکنم یا نه، من ساپلیمنت استفاده نمیکنم. البته بگم اینجوری نیست که اصلا استفاده نکرده باشم. اون اوایل مثلا میتونم بگم زمانی که 24 سالم بود ورزش رو تازه شروع کرده بودم، فکر کنم 2 یا 3 بار شیک پروتئین استفاده کردم که فوق العاده برای معده من، اصلا تمام بدنم اون ریخ به هم که اصلا کلا دیدم که دوست ندارم، برای همین کلا نه استفاده نمی کنم. اما چیزایی که استفاده می کنم از شرکت ساپلیمنت تورن هستن که گفتم بهتون این شرکت استرینجنت ساینتیفیک خیلی بالایی داره. بیشتر چیزایی که تولید میکنن همینی هستش که پشتش نوشته شده، یعنی هر موادی که نوشته شده همون میزان همون پرسنتج درش هست، اصلا چیزی اضافه نشده. میدونم که یه جایی گوش میکردم که جای معتبری گوش میدادم که بعضی شرکت ها اون 100% اون چیزی که پشتش مینویسن نیست، خورده بالا پایین داره، ولی این شرکت خیلی های پرفورمنس هستن. اگر من این شرکت رو توصیه میکنم بخاطر اینکه میدونم که خیلی از افراد دیگه هم که تو زمینه لانجیویتی و سلامتی چیز میکنن کار میکنن استفاده میکنن، برای همین ساپلیمنت های شرکت تورن رو من استفاده میکنم. این که مولتی ویتامین صبح هستش که امروزم یادم رفته بخورم، همین الان میخورم. این مولتی ویتامین بعد از ظهرش هستش. چیز دیگه که استفاده میکنم تورن ریورسل هستش که توی اینستاگرام بهتون گفتم این در بر لاینش بر 2 تا کپسول رو باید استفاده بکنیم، 2 یا 1 بار در روز بر اساس حالا اون ریکامندیشن دکتر یا پرکتیشنرتون، که حالا من 1 بار میخورم. چون کلن من یه چیزی هم بگم، اصلا سایکولوژیکلی من دوست ندارم وابسته چیزا باشم. من حتی همین ویتامین خوردن رو هم میخورده یادم میره بعضی وقتا، خیلی کانسیستنت نیستم. یکی از دلایلش این هستش که چیز خارجی وقتی که هی من بخوام وابسته باشم به یه چیزی خورده برای من سخت هستش، ولی خب انجام میدم. این ریورسلش هستش که ساپلیمنتری دایتری هستش برای هلثی ایجینگ اند متابولیزم، یعنی این که متابولیزم رو کنترل میکنه. چیزی نگفته افزایش میده، فکر نمیکنم افزایش بده، ولی برای داشتن متابولیسم سالم و ایجینگ سلولی هستش. بیشترین چیزی که این خیلی مهم هستش محافظت از میتوکندری ها هسته. میتوکندری ها یعنی میتوکندری، دیگه میدونیم که میتوکندری در زیست شناسی داشتیم که 3 موتورهای بدن هستن، ATP یا آدنوزین تریفوسفات رو تبدیل میکنن به انرژی مورد نیاز سلول ها، اگه یادتون باشه توی زیست شناسی. خب این رو استفاده میکنم. بعد از اون تورن متیل گارد استفاده میکنم. متیل گارد برای داشتن یک متیلیشن سالم هستش، سلامتی عروق، قلب و مغز. اینم بهتون تبلیغش رو گفتم، میتونید اینجا ببینینش. اینم من ازش استفاده میکنم، زیاد از این استفاده میکنم، بیشترش مونده. خب نکته دیگه که ازش استفاده میکنم، بازم اینم خب بعضی وقتا یادم میره، ولی کوکیو فاکتور 10 هستش که این هم خیلی ازش شنیدم، بیشتر برای مود، برای قلب، برای کلن لانجویتی، یعنی هر اون چیزی که توی قسمت لانجویتی هستش، محافظت مایکرو واقعا سلامتی مایکرو، یعنی که واقعا مواظب سلول ها و اینها هستش، استفاده میکنم ازش. بعد از اون هم ویتامین دی هستش که در کشوری که بیشتر وقتا ابری هستش و بارونی هستش، این یک جواهر هستش. خب این رو استفاده میکنم که همه اینا رو هم امروز یادم رفت بخورم که میخورم الان بعد از اینکه این اپیزود رو تمام کردیم. خب اینها هم از ساپلیمنت ها.
خب یه قسمت دیگه که مهم هستش که حالا فکر میکنم یه اپیزود دیگه براش درست بکنم، حالا توی کامنت ها برام بنویسین که چه چیزایی رو بیشتر دوست دارین براتون باز بکنم، چون اپیزود امروز رو درست کردم به خاطر اینکه دلم میخواست بیشتر مثلا کلی صحبت بکنم کارهایی که خودم انجام میدم رو. مثلا اگه بخوام برم تو جزئیات غذا درست کردن، تو جزئیات ورزش، تو جزئیات سلامت جسم، اینها رو خب بازم میتونم اپیزودهای جدا درست بکنم. بر این اپیزود هم تقریبا شده 58 دقیقه، میخوام تقریبا تمومش بکنم. قسمت آخر مصرف از پروداکت هایی هستن یا محصولاتی هستن که کیفیت بالایی دارن. نمیدونم چقدر راجع به این میتونم بگم، ولی یه چیزی که من آروم آروم از زمانی خب حالا کار گرفتم یه خورده مثلا علاوه اقتصادی وضعیتم بهتر شد، ثباتم بالاتر رفت، شروع کردم تو زندگی خودم انجام دادم، افزایش کیفیت مواد و محصولاتی بود که خریداری می‌کردم و کاهش میزان زمان خریداری. یعنی واقعا یه حالت هر چی کیفیت بالاتر باشه من کمتر خرید می‌کنم، که این خب حالا هم ارتباط داره به توسعه پایدار و کم کردن مصرفم. همینی که من دوست ندارم که مثلا یه کمد لباس داشته باشم که خیلی پر باشه از همه چیز، ترجیح میدم که یه کمد لباس معقولی داشته باشم که در اون آیتمایی باشن که تایملس باشن، کیفیت فوق العاده بالا داشته باشن و اینا رو من بتونم جاهای متفاوت بپوشم. در این حال کیفیت محصولاتی که استفاده میکنم، مثلا یه زمانی من وقتی که دیپرشن خیلی زیادی هم بیشتر شده بود که حالا تو اینستاگرام هم گفتم، مثلا شروع کرده بود موهام خیلی خشک شده بود، موهام خیلی میریخت و کلن مثلا فیزیولوژیکلی ورزش بدنم یه خورده ضعیف شده بود، شروع کردم تمرکزم رو آوردن روی محصولاتی که کیفیت بالاتری دارن. حالا تو این زمینم خیلی تحقیق کردم، خرید کردم، استفاده کردم، خیلی چیزا بد بودن، خیلی چیزا خوب بودن، ولی محصولاتی که برای من کار میکنن رو شناسایی کردم و همونها رو خریداری میکنم و مدت زیادی میمونن، کیفیت خوبی دارن و اینکه مواظب خودم این مدلی هم هستم. یعنی بنابراین یک اگه بخوام همه اینا رو خلاصه بکنم، چیزی که خیلی مهم بود حرکت کردن. حرکت یعنی چی؟ حرکت به سمت درست، یعنی به سمت مسیر خوب حرکت کردن. بگم کیفیت بالا لزوماً منظور قیمت بالا نیست، البته بیشتر وقتا این اتفاق میفته، ولی خصوصا همینطوری که تکنولوژی داره بیشتر میره جلو، همینطوری که بیشتر داره دانش در دست افراد قرار میگیره، میزان تولید محصولات کیفیت بالا هم میزان هزینهش میاد پایین تر، برای همین برندهای بیشتری دارن تولید میشن که مثلا لوکال هستن ولی از مواد غیر شیمیایی استفاده میکنن، مواد خوب استفاده میکنن، افزودنی های شیمیایی رو گرفتن، خصوصا توی موارد زیبایی و بهداشت که حالا آقایون هم خیلی براشون مهم هست، ولی حالا من اینجا بیشتر شاید مخاطبم خانم ها باشن، مثلا مواد آرایشی که خیلی توشون چیزای شیمیایی داره، اینها رو شناسایی کردم، چیزایی که تاکسیک هستن رو استفاده نمی کنم، که لیستش هم براتون میذارم که اونا چه چیزایی هستن که من استفاده نمی کنم. برای همین این ترند رو من جلو میبرم، حرکت به سمت بهبود کیفیت زندگی در همه زمینه ها، یعنی این که من بهبود جسمی داشته باشم، بهبود سپیریچوالی و روحی روانی داشته باشم، بهبود کاری داشته باشم، بهبود نتورک دوستان، بهبود خودم به عنوان یک فرد وقتی که صحبت میکنم، فکر میکنم، بهبود ارتباطم با جسم، با این کالبدی که در هدیه‌ای که در اختیار شما قرار داشته باشه و من، که بخوایم این تجربه زیبای زندگی رو داشته باشیم. تمام اینا اون چیزایی هستن که من انجام میدم، واقعا انجام میدم، هیچ ادورتایزمنتی من ندارم، سپانسری واقعا ندارم، همه اینا رو خودم استفاده میکنم، تمام این تجربه رو کسب کردم، ویدیوهای اینستاگرامم هم میبینین، همین کارا رو انجام میدم، کار میکنم و دوست داشتم اینها رو هم با شما اشتراک بگذارم. نکته آخرم بهتون بگم ژورنالینگ هستش، اینو یادم رفت بهتون بگم.
من خیلی جورنال میکنم. جورنالینگ یعنی که بنویسین مثلا افکارتون رو بنویسین، حالا میتونین هر شب باشه، میتونین هفته یه بار باشه، هر چیزی که برای شما کار میکنه. من این کارو از زمانی که خیلی وقت، من میتونم بگم که از نوشتن افکارم کلن یه چیزی بوده که همیشه عادتش رو داشتم، دفتر خاطرات همیشه داشتم و هنوزم دارم. نوشتن، ویژن بورد درست کردن که حالا نمونه ویژن بوردم میذارم برای همه چیز. یعنی سعی کنیم که زندگی رو، من هر چی که سنم، حالا میگم بریم بالات بره بالاتر زیاد خوب نیست به خانوما بگیم، ولی همینطوری که دارم بیشتر توی مسیر زندگیم حرکت میکنم، دلم میخواد بیشتر احساس کنم، دلم میخواد بیشتر حس کنم، دلم میخواد بیشتر با کیفیت آشنا بشم، دلم میخواد با خودم بیشتر آشنا بشم، با جسم خودم، با روح خودم. و اینکه هر چی که من خودم رو بیشتر بشناسم، انسان بهتری میشم، اثر مهمتری خواهم گذاشت و اینکه ماندگارتر هم میشم. ماندگارتر نه به این معنی که حالا حتما در فکر دیگران باقی مونده باشیم، به این معنی که اثری که ما داریم اثر ماندگار هستش. وجود ما وجودی هستش که زندگی شده و خیلی معنی داره. خب دوستای خوبم، اپیزود امروز به تمامی رسید، به پایان رسید. یه خوردم از ماچام بخورم. امیدوارم که این اپیزود رو دوست داشته بوده باشین. اپیزود خیلی خودمونی بود، واقعا همون چیزی که خودم انجام میدم رو با اتون به اشتراک گذاشتم. لطفاً لایک کنین، کامنت کنین، به اشتراک بگذارین، حتما سابسکرایب کنین. اینجوری با من کمک میکنین که منم کانالم رو رشد بدم. این کانال درست کردنش خیلی به من روحیه داده، خیلی من رو قسمت‌های از وجود خودم رو که نمیدونستم رو به من نشون داده و خیلی برای من اثر خوبی داشته، داشته بوده تا حالا. و امیدوارم که من هم بتونم روی شما اثر مثبت بگذارم. امیدوارم که انرژی بگیرین از دیدن این اپیزود. اپیزودهای قبلی رو هم نگاه بکنین، لایک کنین، سابسکرایب کنین، کامنت هم بنویسین. با خوندن کامنت های شما خیلی خوشحال میشم. تا برنامه دیگه، خدافظ.